آیا اطلاعی در دست هست؟ خانواده هاشون در تماس هستن؟ بالا همه این دوستان ما متاسفانه الان در بند 209 زندان اوین حضور دارند. خانم نظر آهاری و آقای بودرزی متاسفانه در سلول انفرادی هستند و دیگر دوستان رو ما اطلاع چندان دقیقی نداریم، جز خانم پریسا کاکایی که تماسی گرفتن و در یک سلول جمعی 3 نفر حضور دارند. اما دیگر دوستان یعنی آقای رحیمی، آقای حائری، آقای کلانکی و آقای جلالی فر الان وضعیت مشخصی رو ما ازشون سراغ نداریم. این جوانان ایرانی چه میکردن؟ والا فعالیت ما در کمیته گزارشگران حقوق بشر خب برمیگرده از سال 84 اسفند ماه سال 84 آغاز شده. ما چنان که در اساسنامه‌مون هم ذکر کردیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، پروتکل‌های الحاقی به اون و دیگر اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر وفادار بودیم و مشروعیت خودمون رو هم در طبیعتاً از این اسناد گرفتیم. تمام فعالیت ما اطلاع رسانی در جهت نقض حقوق بشر، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران بوده و طبیعتاً جمهوری اسلامی چندان دلخوشی از این گونه فعالیت‌ها، این گونه خبررسانی‌ها نداشته. انواع مختلف در مقابل ما به دنبال این بودن که فعالیت‌های ما رو محدود کنن، از بازداشت، دستگیری، فیلتر کردن سایت و تهدیدهای مکرری که برای تک تک اعضای ما به وجود آوردن خواستن که این مسئله مسکوت گذاشته بشه. اطلاع رسانی به کی آقای حبیبی؟ آیا با دولت‌های خارجی نیست؟ اونطور که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی میگن، متهمین رو که بازداشت میکنن در تماس بوده کمیته گزارش کردن حقوق بشر؟ ببینید، ما وظیفه اصلیمون رو اطلاع رسانی به توده مردم ایران و در حقیقت کل مردم جهان قرار دادیم، اما این رو من به صراحت اجازه بدیم خدمتتون ذکر کنم. در اعلامیه مربوط به حقوق و مسئولیت افراد در ترویج و حمایت از حقوق بشر به صراحت این مسئله ذکر شده که هر فرد یا گروه میتوانند برای فعالیت در جهت حقوق بشر با نهادهای بین المللی که در این زمینه فعالیت میکنن میتونن ارتباط داشته باشن، گزارش بدن و گزارش بگیرن. ما بارها این مسئله رو تاکید کردیم که در زمینه فعالیت حقوق بشر هیچ حد و مرزی رو ما برای خودمون قائل نیستیم. به عبارت دیگه فعالیت حقوق بشر و حقوق بشر رو به معنای عام در نظر میگیریم، با وجوه مختلفش در زمینه زنان، کودکان، زندانیان سیاسی، محیط زیست، اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، دگرباشان جنسی و انواع و اقسام مطالب دیگری که در ذیل حقوق بشر مدون شده در اسناد بین‌المللی. متأسفانه جمهوری اسلامی خیلی با این مسئله سر سازگاری نداره. اتهاماتی که متأسفانه ذکر می‌کنن که کاملاً بی پایه، بی اساس و بی محتواست، ارتباط کمیته گزارشگران حقوق بشر با بعضی گروه‌های سیاسی، بعضی احزاب سیاسی است که من قویاً این رو تکذیب می‌کنم. ما در اساسنامه‌مون این مسئله رو ذکر کردیم که کمیته گزارشگران حقوق بشر یک نهاد کاملا مستقل هست. اما متاسفانه منطق بازجویی آقایون گویی با منطق اوغلای بشری هیچ گونه همخوانی ندارم. سپاسگزار هستیم آقای سعید حبیبی در تهران، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم، خیلی ممنون. خانم هیکس، به طور مختصر اگه بفهمیم، ببینین جوانان ایرانی با گفتن با نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل یا کمیساریای پیشین حقوق بشر در تماس هستن، اطلاع رسانی میکنن، خود شما بارها اینجا آدرس دادید و بعد متهم میشن ارتباط با دول بیگانه، حالا نه لزوما اعضای این کمیته، کسان دیگه مثل بازداشت شدگان. آقای بان کی‌مون کجاست؟ دبیر کل سازمان ملل متحد. آقای چالنگی، حتی اگر که من قانون اساسی ایران را در سوال گذشته، در سوالاتی که شما مطرح فرمودید که چرا مقام قوه قضاییه، ریاست قوه مقننه و وزیر کشور و وزیر اطلاعات به این صورت تهدیدآمیز صحبت میکنن، این واقعا اگر که هیچ کس بهتر از رئیس قوه قضاییه ایران نمیدونه قوانین ایران را، قانون اساسی ایران آزادی اجتماعات، آزادی بیان و آزادی احزاب و همه فعالیت ها را تضمین کرده. نوع برخورد و صحبت
صحبت‌هایی که در هفته گذشته توسط این مقامات منعکس شده در تلویزیون دولتی بیشتر ترس و واهمه اشخاص هستش که در وقتی که مورد خطر قرار بگیرن به این صورت تهدید می‌کنن و حتی قوانین خود کشور رو زیر پا می‌گذارن. در مورد فعالیت افرادی که اگر در قانون کشور آمده با کشورهای خارجی و دول بیگانه غیر قانونی و هستش، باید در یک دادگاه عادلانه منصفانه با حضور هیئت منصفه این جرائم مطرح بشه و اصل بر براءت هستش، نه اینکه افراد رو شبانه در دل شب به طوری که واقعا به صورتی برو بایند و ببرن. هنوز از محل این افراد نگهداری این افراد خبری در دسترس نیست. طبق قوانین ایران ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه، وکلا در جریان گذاشته بشن. ولی مسئله برمیگردم به سوال شما، عکس العمل خانم ناوی پیرای کمیسر عالی حقوق بشر که زیر نظر چتر به هر حال آقای بانکمان کار میکنه، یکی از شدیدترین به هر حال بیانیه‌های خودش رو روز چهارشنبه منتشر کرد و به مقامات جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللیشون رو در قبال محترم شمردن موازین حقوق بشر یادآور شد. مگر اجازه بفرمایید خانم هیکسین، این که یادآور بشن، ببینید رئیس قوه قضاییه کشوره، عضو سازمان ملل متحد، میاد میشینه جلو دوربین رو به میلیون ها آدم برخلاف وظیفه‌ای که قوانینی که خود شما اشاره کردید، قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی پیشاپیش قضاوت میکنه، میگه عمل شنی. این عمل شنی دیدیم جوان ها چه میگفتن تو خیابون. یک کلمه راجبه عملی که ما دیدیم، رفتن با اتومبیل پلیس، خودروی پلیس، پیکاپ پلیس روی یک جوان ایرانی صحبت نمی‌کنه. خانم ناوی پیلار فقط یادآوری می‌کنن که شما تعهد دارید، خب چه اتفاقی می‌افته؟ آیا این تصویر رو خانم ناوی پیلار یا آقای بانکیمون می‌بینه؟ همین تصویری که ما نشون دادیم در تلویزیون‌های آمریکایی زبان و تلویزیون‌های زبان‌های دیگه، کشته شدن یک جوان ایرانی توسط خودروی پلیس رسمی دولت. آقای بانکیمون قرار بود برن ایران، چه شد؟ آقای چالنگی، خانم پیلا این تصاویر رو دیده که گفته که از دیدن وقایعی که روز یک شنبه در ایران اتفاق افتاده شوکه زده شده و به هر حال وضعیت نقض حقوق بشر در ایران رو تکان دهنده خوانده و به طور قطع منعکس کننده نظرات آقای بانگمان هم هست. ولی در اینجا باید آقای چالنگی به این، اگر که ما مدینه فاضله ای داشتیم در رابطه با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، کشورها و دولت‌ها ناقض حقوق بشر نبودن و میدونید که ما اگر در نهایت مطلوب آقای البشیر رو داریم در سودان که حتی حکم بازداشت اون به دلیل قتل عام مردمش صادر شده، ولی هنوز مکانیزم هایی در نیست که بتونه ایشون رو تحویل دادگاه عالی جنایی بده. به هر حال ایران 25 بار در مجمع عمومی محکوم شده، ماه فوریه ماه آینده قرار پرونده اون بررسی بشه و از جمع شدن این پرونده سازی ها میشه امید داشت. آقای چالنگی، میشه امید داشت که روزی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه. تا آن زمان راه زیادی هستش، ولی همونطور که گفتم متاسفانه مکانیزمی که وادار بکنه دولت ها را که بلا فاصله به حقوق افراد شهروندانشون رو محترم بشمارن وجود نداره در حال حاضر و فقط دولت‌ها هستن که میتونن فشار وارد کنن. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا روزهای گذشته بیانیه‌های بسیار قوی صادر کردن و امید هستش که اجماع جهانی روزی بتونه مقامات جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تبعیت بکنن از تعهدات بین‌المللی خودشون. خبرهای دیگه رو از شما میشنم آقای احمد باطبی، آخرین خبرهایی که هست. خواهش میکنم. طبق معمول موارد نقض حقوق بشر در هفته گذشته خیلی زیاد بود که من جزئیات رو نمیتونم بپردازم، اما موارد مهمش رو میگم خدمتتون. دو نوع
در واقع شکل نقض حقوق بشر در ایران داشتیم که شکل سنتیش بود که سالهای قبل بود و شکل جدیدش که بعد از انتخابات خیلی شاهدمون بودیم. ما امروز رو، یعنی روز دوشنبه رو، با 3 اعدام در زندان خورین ورامین آغاز کردیم. 3 زندانی که به توسط مقامات اعلام شده که شما در واقع جرمشون قتل بود و تجاوز به عنف، ولی خب جزئیات مبنی بر اینکه کجا چطور و تو چه دادگاهی محاکمه شدن هیچ خبری منتشر نشد.